این مرد جاش گواکسه. اون توی آپارتمان مجلل که متعلق به رئیسش به نام آرتور ری کار میکرد. جاش آدم وفاداریه. اون به عنوان مدیر بخش کار میکنه و هر روز خیلی به موقع به سر کار میره. اون هر روز همیشه با مردی ملاقات میکنه که نمیشناسه اما بهش سلام میگه. کارمندای این شرکت به نام برج همشون حسابی وفادارن. اونا تقریبا مثل یه خانوادن چون هر روز همو ملاقات میکردن. رئیس جاش به نام سایمون اعتراض میکنه که یکی از کارمندا به نام چارلی اغلب دیر میاد سر کار و بهونه میاره که همسرش بارداره. جاش بلافاصله رفت و گوشیشو بکشه. حالا سایمون کارمند جدیدی رو معرفی میکنه به نام انریکه که اپراتور آسانسوره و خیلی هم پرحرفه. شغل جاش به عنوان مدیر این آپارتمان و شرکت اصلا راحت نبود و باید به کسایی که نمیتونستن اجاره واحد رو بدن رسیدگی میکرد. مثلا آقای فیتجو که با بانک مشکل داشت و کلی بدهی داشت، جاش بهش پیشنهاد داد که بهتر فوراً آپارتمانو ترک کنه چون کارکنان بانک فردا میان سر وقتش. پس پیشنهاد داد که مدتی رو میتونه با بچه‌هاش توی آسانسور خراب زندگی کنه تا بتونه یه خونه دیگه پیدا کنه. کمی بعد جاش با لستر نگهبان شرکت به خونه رفت. اونها سال هاست که با هم دوستن. لستر گفت که بالاخره تا چند ماه آینده بازنشسته میشه و حسابی خوشحاله. روز بعد جاش یه ماشین مشکی مشکوک رو دید که دو روز بود جلوی برج پارک شده. اون به لستر اطلاع داد که همه درها رو ببنده و بعد کد قرمز رو به عنوان علامت اضطراری به همه کارکنان برج نشون داد. جاش با سیریش بازی تمام دید تو دوربین مداربسته که اونا دارن رئیسش رو توی زیرزمین ساختمون میدوزن. پس افتاد دنبالش تا رئیسش رو نجات بده که مشخص میشه رئیسش داشت از دست FBI فرار میکرد چون گزارش شده بود اون از صندوق بازنشستگی کارکناش تقلب و اختلاس میکرد. پس جاش باعث شد رئیسش گیر بیفته. جاش بلافاصله همه کارمندا رو جمع کرد و گفت هنوز نباید به رئیسمون بدبین باشیم چون چیزی ثابت نشده. اما خبر بد اینه اگه واقعیت داشته باشه، یعنی همه کارمندا کلی ضرر کردن و این همه سال حق بیمشون پرداخت نشده و هیچ پولی هیچ کس برای بازنشستگیش نمیتونه بگیره. روز بعد رئیس شرکت شاو از زندان آزاد شد و تحت نظارت FBI تو حبس خونگی باید میموند. اون توی پنت هاوسش زندانی بود و بدون اجازه FBI نمیتونست از در هم بیاد بیرون. پلیس ها توی خونش یه ماشین فراری GT250 پیدا کردن. این ماشین در گذشته مال یه راننده مسابقه افسانه‌ای بوده. شاو میگه اونو فقط به خاطر علاقه خرید. حالا تو راه برگشت به خونه جاش میبینی پلیس ها یکی رو که قصد دزدی داشتن دستگیر کردن. اون مردی به نام اسلاید بود که هر روز صبح به جاش توی راه محل کارش سلام میکرد. بدتر از اون جاش فهمید همکارش لستر که قرار بود به زودی بازنشسته شه توی ایستگاه مترو خودکشی کرده. جاش بلافاصله به بیمارستان رفت تا اونو ببینه. لستر حسابی ناامید بود چون قرار نبود یه قرون هم از صندوق بازنشستگی بگیره. بعد این جریان ها جاش به دیدن رئیسش تو پنت هاوسش رفت و با عصبانیت به ماشینش ضربه می زد. با این کار جاش و چارلی و انریک بلافاصله اخراج شدن. از اونجایی که رئیس شرکت تمام حساب های بانکشو خالی کرده هیچ پولی نمی تونن ازش بگیرن. پس جاش نقشه می کشه تا با ورود به پنت هاوس از رئیس سابقه سرقت کنه. اون مطمئن بود که تمام پول ها حتما توی خونش پنهان شده. حالا جاش باید یه تیم سرقت تشکیل میداد، از همکارای اخراجش کمک گرفت و همینطور اسلاید چون طرف تجربه دزدی داشته. پس جاش میره زندان تا اسلاید رو بیرون بیاره. جاش گفت ازش کمک میخواد تا بتونه گاف صندوق احتمالی رئیسش رو باز کنه که ارزشی حدود 20 میلیون دلار داره. اسلاید با خوشحالی قبول کرد تا دزدی رو بهشون آموزش بده. تو درس اول ازشون خواست که دزدی کنن. Great. Yeah, let me check the bag. هر کسی از فروشگاه یه چیزی دزدید. اونا پلیس هم زیر نظر گرفتن که ببینن چه ساعتی دور و بر آپارتمان گشت میزنن. بعدش واسه یه پیشرفت تو کار گاف صندوق یه سری تمرین ها کردن. روز جشن شوگذاری میرسه که همزمانه با دادگاه شاپ. پسرا میخوان توی همین روز دزدی رو انجام بدن. اما ناگهان اسلاید به همه خیانت کرد و تصمیم گرفت ماموریت رو خودش تنهایی انجام بده.
جاش و دوستش بلافاصله وارد ساختمون شدن. اونها با تظاهر به اینکه جشن تولد یکی از ساکناست، توجه بقیه کارمندا رو منحرف کردن. تو همین حین اسلاید داشت تظاهر میکرد که یک نماینده بانک و قصد خرید یک واحد رو داره و بعد یارو رو توی کمد زندانی کرد و به سمت شاو رفت. جاش و دوستاش بالاخره به خونه رفتن و سعی کردن گاو صندوق رو پیدا کنن، اما به محض اینکه پیداش کردن اسلاید با یه اسلحه بالا سرشون ظاهر شد. خوشبختانه تیم جاش هم یه تیرانداز داشت. اوتسای حرفه‌ای بلافاصله وارد عمل شد، اما وقتی گاو صندوق باز شد دیدن از یخچال خونه ما هم خالی تره. تو همین حین وقتی اسلاید داشت سعی میکرد اسلحه‌اش رو پس بگیره، اتفاقی به ماشین تیر خورد. حالا جاش گنج اصلی رو پیدا کرد. اون فهمید چاپ با همه پول طلا خریده و اونو به ماشین تبدیل کرده. یعنی همه قطعات این ماشین از طلاست و حدود 45 میلیون دلار ارزش داره. حالا اونا سعی میکنن ماشین رو با استفاده از آسانسور بدوزن و جابجاش کنن. در همین حال شاف که به دادگاه رسید متوجه شدن اون روزو تعطیل کردن و کسی کار نمیکنه. I really don't want to do that. You gotta reach out and pull it in. We swim naked. We ain't lamb. I want to go home now. حالا پسر رو کمونده بود همراه ماشین سقوط کنن. نقششون که میخواستن ماشین رو ببرن روی پشت بوم شکست خورد، پس ماشین رو برگردوندن سر جاش. حالا جاش سعی کرد با استفاده از آسانسور هتل ماشین رو پایین ببره. حالا چجوری میخواست توی آسانسور جاش بده خدا میدونه. تو همین حین که جاش دنبال سویچ ماشین بود، دفترچه‌ای رو پیدا میکنه از مدارک فساد شرکت شاو. اونا بالاخره تونستن ماشین رو روی آسانسور سوار کنن، اما وقتی شاو و پلیسا به آپارتمان برگشتن، اونا دوباره با آسانسور بالا رفتن. تو همین حین جاش از همکارش لستر خواست با رانندگی وحشتناک حواس همه پلیسا رو پرت کنه. حالا همه پلیسا مشغول تعقیب ون سفید بودن، اما فهمیدن این فقط یه تله بود. ولی در نهایت همه تیم بازداشت شدن و به FBI تحویل داده شدن. شاف هم دوباره بازداشت شد چون از گاو صندوق توی خونه‌اش چیز به پلیسا نگفته بود. تو همین حین که شاب واسه یه جاش خط و نشون میکشه که با وکیلهاش اونو به حبس ابد میندازه، جاش فاش کرد که دفترچه سیاهش رو پیدا کرده و قصد داره اونو به پلیس تحویل بده. ناگهان شاف سر جاش خوش شد و یک معامله وسوسه انگیز با جاش کرد تا در ازای اون دفترچه کلی پول به جاش و بقیه گروهش بده. اما جاش اینقدر پافشاری کرد تا پول بازنشستگی همه کارمندا هم بگیره که برای شاو غیر ممکن بود. در نهایت جاش دفترچه رو به پلیس داد، اما خودش به خاطر جرایمش به 2 سال حبس محکوم شد. با این حال دوستاش آزاد شدن. اونا اون شب مخفیانه به بالای آپارتمان رفتن و معلوم شد ماشین رو کف یه استخر پنهان کردن. در نهایت لستر تونست پول بازنشستگی خودش رو با یه فرمون طلایی بگیره و همچنین بقیه قطعات خود رو بین کارمندان پخش شد و اینطوری فیلم به اتمام رسید. ممنون که تماشا کردید.